موسی علیه السلام و جادوگران. بیشترین قصه که در قرآن کریم آمده است این قصه موسی علیه السلام با جادوگران فرعون است. وقتی که فرعون به زیر دستان خود دعوت موسی علیه السلام را قبول نکردند و آن حجت هایی که موسی علیه السلام به آنها نشان داد، آنها گمان کردند که آن همه سحر است. پس فرعون تمام ساحران آن دیار را جمع کرد تا بر ضد موسی علیه السلام کاری بکنند، زیرا در آن زمان جادوگران در بین مردم و قومشان شهرت و مکانت بزرگ پیدا کرده بودند و سحر در آن زمان خیلی زیاد و آشکارا ظاهر گردیده بود. آنها برای ساحر شدن تعلیم می گرفتند و تعلیم می دادند. از این حادثه الله سبحانه و تعالی در قرآن خبر داده به ما چنین فرموده است: گفتند او و برادرانش را نگه دار و جمع کنندگان را در شهرها بفرست تا هر جادوگری دانا را پیش تو بیارند. سوره شورا آیت 36 و 37. یعنی به هر جادوگری که با سحرش می آید مبلغ بزرگی را وعده کردند. الله سبحانه و تعالی فرمود: پس چون ساحران حاضر شدند به فرعون گفتند آیا اگر ما غالب شویم برای ما مزدی هست؟ فرعون گفت بله، و به درستی که شما آنگاه از مقربان باشید. سوره شورا آیت 41 و 42. و به حسب وعده در یک روز معین آنها را جمع کرده شد و همه مردمان نیز به آنجا جمع شدند تا ببینند کی حق است و کی باطل، زیرا این جمع شدن آنها یک نتیجه بزرگی داشت. پس جادوگران فرعون با خودبینی و تکبری چنین گفتند: ای موسی، آیا این است که تو بیافکنی، یعنی از ساعت را، یا ما اولین کسی باشیم که بیافکند؟ سوره طه آیه 65. پس موسی علیه السلام به پروردگارش توکل کرد و نصرتش را خواسته، گفت: آنچه را که شما افکنده ای آن هستید بیافکنید. سوره شورا آیه 43. پس رسنها و عصاهای خود را انداختند و گفتند: قسم به بزرگی فرعون، همان ما البته غالب می شویم. وقتی که کارهای خود را از سحر و کشبندی ها نشان دادند و از آن بیرون شدند، قلبهای مردم نیز از کارهای آنها به ترس در آمد. در همان وقت موسی علیه السلام عصای خود را به نزد آنها انداخت. ناگهان آن عصا آنچه را که دغبازی می کردند فرو می برد و عصای موسی علیه السلام تمام بند سحر جادوگران را فرو برد. همه این حالتها را مردم با چشم خود می دیدند. پس حق ثابت شد و آنچه آنها می کردند باطل شد. سوره اعراف آیت 117 و 118. پس تمام آن جادوگران دانستند که آن چیزی که موسی علیه السلام در نزد آنها اجرا کرد آن از آسمان است. پس جادوگران کار کردند. آنها زود به پروردگار عالمیان به سجده افتادند و گفتند: به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم، پروردگار موسی و هارون. سوره اعراف آیت 121 و 122. پس فرعون این حالت را دیده خیلی سخت غضبناک شد، زیرا این قوت بزرگی که او حس میکرد از دست داد و به سوی جادوگرانش خطاب کرده چنین گفت: همانا این تعبیر است که شما آن را در این شهر اندیشیده اید تا ساکنان آن را از این شهر بیرون کنید. پس خواهد دانست البته دست ها و پای های شما را به خلاف یکدیگر، یعنی دست راست و پای چپ ببرم، سپس همه شما را یک جا بدار کشم. سوره اعراف آیت 123 و 124. پس جادوگران به فرعون گفتند: هرگز تو را بر آنچه از دلایل واضح پیش ما آمده است و بر الله که ما را آفرید برتر و افضل ندانیم. پس هر چی تو حکم کننده باشی حکم کن، جز این نیست که تو در این زندگانی دنیا حکم میکنی. به درستی که ما به پروردگار خیش ایمان آوردیم تا گناهان ما را از آنچه تو ما را بر آن جبر کردی که سحر کنیم برای ما بیامرزد، و الله بهتر و پاینده تر است. سوره طه آیت 72 و 73. ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیت چنین گفت: در اول همان روز آن جادوگران از بدترین انسان ها بودند، لیکن در آخر آن روز از جمله بهترین شهدا گشتند.